اسد مادر، ناشتایی حاضره. چشم اومدم. ضعف میکنی مادر؟ اومدم، چشم. چشم، چشم، چشم. رنگش خوبه؟ خورمایه شو، یکم آب بریز بشو. حالا خوب شد؟ حالا کمایه شد. 50 ساله دارم باهات زندگی میکنم، آخرش نفهمیدم چاییت باید چه رنگی باشه. اگه خدا عمر بده یه 50 سال دیگه با هم زندگی کنیم، خودش یواش یواش درست میشه. آره. حالا بلند شو برو ببینیم بچه چی میگه. چشم. بهش هم بگو زودتر بیاد ناشتاییشو بخوره. بله. آقا جون یه دقیقه بیا. خواستم کردی اومدم. بله. این گلدونا همشون خاک برگ میخواد. این نمیتونستی تو اتاق بیاریم به من بگی؟ شما اون طرف رو نگاه نکنی. خب یه دفعه دیدی مادر مشکوک میشه. با بفرمایید. میتونی یه کاری بکنی که امروز مادر به مغازه تلفن نزنه؟ تمام روز مگه میشه آقا؟ لااقل از ظهر به بعد، مخصوصا طرف های عصر. برای چی؟ نمیخوام بیشتر از اینا تو دهنا بیفتم. اون دفعه که خواستگاری به هم باد، ده اون طرف رو نگاه نکنین، مادر مشکوک میشه. ده این حرف اگه از اول نمیزدی بندم اونور نگاه نمیکردم. خب اون دفعه که خواستگاری به هم خورد، خب ستون زاده جلوی همه گفت ماهان مادرم بذاره من زن بگیرم. به مادر ستون زاده چه مربوط آقا؟ منظورش مادر من بود. حالا اگه دوباره مادر تلفن کنه و از خواستگاری حرف بزنه، خب که میزنه باز یه سوژه میفته دست اونا. میخوام بشینم راجب به خودت همون بر میگونه که اگه راست میگی. باز میخوام بشینم دنباله موضوع رو بگیرم که نتیجه خواستگاری چی شد. هر کیم میخواد بشینه یه جور اظهار نظر بکنه، خب منم دیگه حساب ندارم. حالا راستش این گلدونا خاک بد میخواد. آره میتونی این کارو بکنی؟ خب بله، چرا نمیتونم. از گل فروشی سر کوچه برات میگیرم. تلفن مادرم میگیرم. ها باشه یه کاریش میکنم. آقا شما خاک برگ خواستی، دندم برای شما تهیه میکنم. چشم به روی چشمم. این بچه کوچلو هی نق میزنه، هی بهانه میگیره. تشو بیاریم صابونتون مل کنیم. تشو بیاریم. حسین چایی چی شد؟ چه خبر است بایست؟ سامی درگیر چایی که بشه؟ آماده شو خبرت میکنم. حتما منتظر دم. جناب عالی؟ صداتون نمیاد، خود مرخص بزنید. جناب عالی؟ کجا رفته؟ نمیدونم جناب عالی. کی برمیگرده؟ جناب عالی؟ خودم بعداً زنگ میزنم.
به دادم برستایی، ببین چی به روز خودم آورد. چی شده؟ خوابه. خوابه؟ میگم چه بهتر گربون دسته تا بیدار نشده کار من را بنداز برم. تیریب دارم، مسافر تو ماشین نشسته. باز خراب کردی. آره، صبح دستم بشکنه قیچی رو برداشتم دو تومون از این ورمر بزنم، یه طرفش خراب شد. نگاه، میزون نشد که نشد. گفتم خراب میکنی ها. حالا چی کار کنم؟ بیا بشین اینجا رو روز کنم. قربونه خیلی عوض میخوام آقا بزرگ، من یه دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیرم با اجازتون. چه خورخوری هم میکنه. نخن خراب میشه. مواظب باش میزون در بیا قربون. میزون دستت درد نکنه، ولی این برش انگار یه خورده. یه خورده چی؟ یه خورده انگار نامی، اون قیچی رو بده. قیچی دستتو نمیدم. اینجا یه خورده. آها میزونه دستت درد نکنه. سیبیرم که میزون باشه، انگار خودم میزونم. برو دیری بده میشه. آقا بزرگ مرحمت شما زیاد. انگار نه انگار. میگم بیدارش کنی بهتره دایی، نزار بخوابه، خطرناکه. چطور؟ یکی از راننده‌های ما یه مسافر سوار کرد، طرف رو صندلی عقب خوابش برد، همینطور خواب به خواب رفت. کجا؟ اون دنیا دیگه. نه بابا جون تو، مثل این که خدا بیامرز اون موره چیز داشته. خلاصه بیدارش کن، کار دستت میده ها. من گفتم خود دانی. با اجازه. آقای محترم، آقای عزیز، آقا بزرگ، یه ضرب المثلی هست. ضرب المثل. ساعت بخش خبری بامداد امروز صدای یعنی شمو تو باغبون یا سلمونی؟ داری گلدون آب میدی؟ ببخشید. چی رو ببخشم؟ خیس آبم کردید. بده ببینم اون صاب مرده رو. معذرت میخوام، آخه کارتون تموم شد. کارش چی تموم شد؟ اصلاح تموم شد؟ بله کامپیوتریه؟ یه دقیقه نیست من گرشستم. نه والا خیلی وقته، منتها حضرت عالی خواب بودم. صحیح، بنده خواب بودم. بله کجا خواب بودم؟ من کجا خواب بودم؟ داشتم مجله رو نگاه میکردم. هنوز من یه سفر تمامش نکردم. همینجور که مطالعه میکردی خوابتون برد؟ به همونطور که خوابم برد مطالعه میکردم، همونطور که مطالعه میکردم خوابم برده. به اینجا درستش کن شخصی عمو. آخه شما خواب بودین. باز بسیم سر قصه اول. خواب بودی تو خونم که هستین. مادر بچه همینو میگه، عیال من همینو میگه، میگه تو زیاد میخوابی. آخه بابا من کی میخوام؟ من خواب ندارم به خدا. بله کاملا درست میفهمی. یه مشتری دارم، دکتره، میگه هر چند وقت یه مرتبه باید یه آزمایش کامل داد، آزمایش خون، مخصوصا اوره. میگه اوره خیلی خطرناکه. ملاحظه فرمودین؟ اوره؟
جان خیلی حال روزت خرابه عمو، باید یه آزمایش خون برای خودت بدی. اوره؟ چی بود؟ همین یکی بود، کشتمش. راحت بخواب. داشتم قبض رو میشدم خانوم. حالا بد کردم نذاشتم مگس بیدارت کنه؟ نخه، نهایت محبت فرمودی. دست و پنجه شما درد نکنه. خیلی ممنون و متشکرم. میگم یا آچار فرانسی کجاست؟ آچار فرانسی میخواد چیکار؟ میخواد تلفن رو درست کنم. مگه چی شده؟ قطع شده. تلفن میخواد با آچار فرانسه درست کنی؟ مگه فاضلاب خانوم؟ پس چی کار کنم؟ شما یکم صبر داشته باش، خودش وضع میشه. بلنشون یکم بهش ور برو، شاید درست بشه. آخه ما که حالا تلفن واجب نداریم به جایی بزنیم که. اصلا میخواییم بریم خواستگاری، هزار جور کار داریم. ما میخواییم بریم خواستگاری، خواستگاری ما که نمیخوام بیان هزار جور کار داشته باشیم. شاید اسد کار داشته باشه با ما، شاید بلوک باشی میخواد با ما تماس میگیره. نخیر، اونا هیچ کاری با ما ندارن. قضیه مدرسه هست، اون بیچاره که با ما کاری نداشت که. حالا گوشه میزنی. خیر دیگه، خواب از سرمون پرید. شما تا یه چایی درست کنی اونم خودش وصل میشه. شاید دارن کابلا رو سرتا میکنن. نه خیر آقا، با مسالمت کارا درست نمیشه. باید قاطعانه عمل کنن، باید جلوی تردد این همه وسیله نقلیه نازاد در سطح شهر بگیرن. بله بله بله، کاملا درسته، کاملا درسته. آلودگی هوا مال همین اتومبیلای قرازه است آقا، دیگه نمیشه نفس کشید. داریم کم کم میشیم مثل ماهی دودی. سلام علیکم آقا حسن. سلام. کسی واسه ما زنگ نزد؟ پیش از آری یه تلفن داشتی. کیو؟ خودشو معرفی نکرد. بپرس آقا حسن، همیشه اسمشونو بپرس. چشم، اما اگه نخواستن خودشونو معرفی کنن دیگه نمیتونم با مردم دعوا کنم. بی خیال بابا. ای بابا، هر وقت این روزنامه رو با کردین دعوای دانشگاه بود. خب مسئله مهمیه، آرزوی هر جوانیه که بالاخره یه روز پاش برسه به دانشگاه. آرزوی پدر مادرام همینه. که چی؟ که بچه‌ها برن دانشگاه. که چی بشه؟ که درس بخونن، کسی بشن، به جامعهشون خدمت کنن. آقا رو، این همش صوته. نمونش خود من، این جانب سال آخر دبیرستان بودم، یه وجب بونده بود جست بزنم دانشگاه، اما بل کردم رفتم دنبال شغل آزاد. اگه قرار بود پی حرف بابام برم الان فوق فوقش یه لیسانس پیزوری داشتم. غیر اینه الان راضی هستین؟ معظم خوب به توپ بتونم. سرمایه از کجا بردی؟ حتما از پدرت گرفتی دیگه. ای آقا، پدر جان بنده آه نداشت که با ناله سودا کنه. به جون شما با دست خالی شروع کردم. دروغ نگو آقا، بدون سرمایه که نمیشه. چرا نمیشه؟ با سرمایه کار کردن که هنر نیست. آدم باید موقعیت و شرایط روز رو درک کنه، باید نبض بازار دستش باشه. همین. عجب داستانی ها. 9 ماه پیش خریده، تازه مال من که نبود، امانت بوده. حالا بعد از 9 ماه پس آورده، اونم با همون قیمت. درش تخت خالی خیلی سنگیت. سلام علیکم. سلام علیکم. مگه چرا مزلل هستم؟ کوی روزنامه. خواهش میکنم. آقا صاحب.
یه پاش آب خنک حاضر کن، الان تلفن میسوزه. هلو. سلام عرض کردم بابا. مجلل هستم. میبخشید میخواستم ببینم وقت دارید تشریف بیارید برای دیدن اون باغچه یا نه. کدومه؟ 8000 متریه. بله، من فردا که وقت ندارم. بله بله. فکر می‌کنم پس فردا مناسب باشه. خواهش میکنم، اما دیر میشه. باکسیه. سلام اوستا. باکس تعمیرات. همه رقم. نیم تخ. باکس براق. باکس. آقا باکس بزنم. سلام علیکم. خسته نباشی اوستا. سلام. آقا باکس بزنم. خیر آقا. تا اوستا سر شما رو اصلاح کنه میبرم برق مینزم و زود برات میارم. گفتم خیر آقا. یه باکس برق. چش. جونه. خسته نباشی اوستا. بله جناب باکسیه باکس تعمیرات نیم تخ همه رقم باکس بزن آقا 100% اگه بزنم 80% اوکازیونه بله بعد ان شاء الله دست شما درد نکنه جونم چه برسه باکسی آقا باکس بزن هم سوال باکس تمیز برات بزنم برق بزنم دو دقیقه زود برم و بیام آقا یه باکس برات میزنم که این کفشه از این رو به اون رو مثل گل بر روزنامه بخونم مگه نمی‌بینی برو به کاره چشم ببخشید امری باشه باکس و تعمیرات خداحافظ شما شما میدونید اگه امروز یه زمین 120% بخرین فردا بزنم و بشه 180% یعنی چی؟ نمیدونی یعنی چی حضرت آقا بنده که اینجا نشستم خوب میدونم 120% و 180% یعنی چی ولی بحث ما سر چیز دیگه ای بود سر درک موقعیت قربون دهنت درک این موقعیت یعنی 50 میلیون سود یعنی توپ نتکره که ناصر خان نخیر آقا باز میگه نخیر آقا یه نخیر آقا دیگه حرف من اینه که باید 50 میلیون سرمایه اولیه داشت تا بعد با درک موقعیت به 50 میلیون سود ثانویه رسید آی عزیز خواهش میکنم یکم آرومتر این قیچی همش 2 سانت با چشم شما فاصله داره ببخشید خانوم بله کجا تشریف میبری؟ میرم سر خیابون یه تلفن بزنم به بچم تشریف بیاری دلم داره مثل سیر سرکه میجوشه زود حالا از بچم خبر ندارم نمیدونم چی به روزش اومده عرض کردم شما تشریف بیارین خانم خانوما چی میگی به من آقا تشریف بیارین تا عرض کنم بله آقا چه فرمایشی داری؟ عرض نکردم عجله نفرمایی بفرمایی درست شد بس شد ایبا آره عرض کردم که خانوم عزیز او حالا وسط کارشه شما باز میخوای از خواستگاری امروز از حرف بزنی از کار زندگیش میفتینی اعصابش خط خطی میشه من به خواستگاری چی کار دارم؟ میخوام دو کلمه حال بچه‌مو بپرسم ببینیم و تمجید کنیم ما رفتیم خدا حافظ اوغور به خیلی ناصر خان کجا؟ یه قرار مهم دارم آقا تو با این دمپایه پاره پوره میخوای بری توپ درد کنی؟ بسیم باکسه کو ناصر خان تلفن بودو الو آقا سر مامان چه بگو فعلا دستش خب چرا من بگم خودت بیا بگو بابا به من چه بیا خودت بگو الو سلام مادر نمیدونم این تلفن من از روتلتون مرگش شده این 6 شماره یا همینجوره دیگه هر شماره یا همینجوره اصلا همه شون همینجوره
و میگن قراره حالا این هفت شماری ها سیستمش بفرمی ببین به پبلی واکسیه کجا آه راست میگی واکسی بله 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 ماره ببینید من بعدم به خودم بله داماد که خوبه خیلی خوبه بروک باشید دامادمونه میگه آبجو شمد ستون جان آبجو شمد بله مادر من خودم با شما تماس میگیرم الان من مشتری دارم فعلا خداحافظ شما آقا سر بله ما رو گرفتی؟ اختیار داری نیست تو زده مواتون کوتاه نمیکنی یه خورده ما که عملی کن واکسیه نیست چی میگی؟ جون خودم حتما همین دوره برای یه جه نشسته بابا خودم همین فکر رو کردم اما نیست که نیست کفشتون نو بود؟ نو بود شما که وضعیتون توپه یه نوی نوی دیگه ابتیا بفرمایی خندیدم بینم آقا هستم تو این واکسیه رو میشناختی؟ نه تالا نه پدر من چرا هر کس و ناکسی رو ندیده و نشناخته تو مغازت را میدی؟ پس چی کار کنی؟ هر کی خواست بیا تو اول باید ازش معرفی نامه و عکس 6x4 و دفترچه بسیج بگیره ای بر اون ذاتش لعنت دهنی کارا نمی کنن که آدم اعتمادش از همه سر بیشه دزدی اونم تو روز روشن اونم جلو چشم همه نگاه کن جلوی چشم همه اومد کفشای اینا رو برد نو یه جفت دمپایی پاره پوره جاش گذاشت رفت ببینین آدم هم کیا باید بخوره آخه ایشون که به قول خودشون موقعیت و شرایط رو درک میکنه چرا باید کلا سرش بره آخه آدم از کجا بدونه ظاهرش اینه و بره باطنش سلام علیکم اومدی آقا کفشتون حاضره بفرمین سلام کرد آقای ستون زده علیکه سلام جانم خسته نباشی سلامت باشی دست درد نکنه حق با کلال زاده ای انعامش هم بده واسه انعامم بهش میدم یا دست شما درد نکنه بقیهش هم مال خودت خیلی ممنون ولی این پولا با خرج افسرائله به کجا میرسه راست میگه من میفهمم چی میگه تازه نصف این پول مایشه بینم کجا نشسته بودی من نیدنه نشسته بودم زیر اون درخت بزرگه بغل نونوایی اینه میگن وجدان کار نشسته بوده زیر اون درخت بزرگه که بادی بارونی چیزی کفشو خراب نکنه اگه هر کدوم از ماها به قاعده این وجدان کار داشته باشیم که نداریم دنیا میشه گلستون بیا این کفشو منو بگی واکس بزنم یه واکس مشتی بهش بزن آمدم پیش من ها واکس تمیز آها بگی بیا خرجی کن آفتو همه الان وسط میارم بر را واسا آقا سر کفشا رو دارم میدونم کجا زحمت میشه چرا بفر وقتا از خواهر کن بینم اومدم با اونگاه خیریه شده الان بحث توپ میشه اصلا شما در نکنه بیا باشم اینا رو یه واکس مشتی بشه کفشه آقا راست میگه ها اصلا آقا یه بخشنا بی زحمت اون کفشتون رو در بیاریم من دیگه کارم تمومی باید برم خونه تکون بخوریم واکس داده بردش ها آورده آقا من بذاریم لاغل سه چهار جور کفش و واکس بذاره بنده خدا شب دست پر بره واکسش باری هم آقا نکنی من بخورم باید برم خونه چی کار دارید میکنید عجب بسه اجازه آقا چه همچی میکنی من میدونم شکمه هم سر آیدر سیر کردن یعنی چی آقا مگه فقط شکمه نه دفتر میخوان مداد میخوان آه اونا که دیگه بیداد میکنه بیا اینا رو واکس بزن
پفک میخوان این آدانس فوتبالی هیردا 12 تومن اونا میخوان کفشای منو یه جفت کفکم بنداز. تازه مگه فقط ایناست؟ دیگه چی؟ آتاری هم میخوان. آخه سال یه دست لباس که باید براشون بگیرم نه؟ البته خرج سالیانی شما با این کفشا در نیست. ولی یه گوشش میگیره. یه گوشه رو اگه آقا جعفری کفشا رو در بیار. کفشامو؟ یه واکسی پیدا کردم برق میندازه. آره والا بشین من تو صفه نونوایی جا باید بگم بشین کفشا رو بیار. من نوبت گرفتم آخه اگه مقبول امشب برای مهمون بیاسته باشه این دو جو با آقا اصلا دعا کنیم این هم چهار جو چهار جو خدا عمرتون بده ناصر خان جونم کفشا رو در بیار مالا من که همین الان باک زده آقا تو خب یه رفعه دیگه هم باک بزنه تو این بابا بده بینم پارو شوخی نکن من بده بینم بابا باک کردم ستون بده بینم بابا تو هم من الان برات میارم تو یه باک سشون بده بینم بابا کفشا نگاه کن اصلا پاشنه نداره این داری بگی؟ یه جفت پاشنه میندازی؟ یه جفت نل هم بهش میزنی؟ ببینم برو به سلامت برو به سلامت برو به سلامت ببخشید ببینم اینو دست درد نکنی سب خود رو بکنم ببخشید برو بسه خدا اومدی یا خود ببینم خدا رمان خدا دستتون درد نکنه خیلی خوب زود بگرد یا منتظرم ها چقدر شاد شده بودو آقستون طلبه برای اون برادر خانم یه شب پیداش بشه برادر خانم که قریبه نیست خودیه ای بابا وزیرم بردم در این سال رسید شدم من کنون وردکی واکسی باز کجا رو میگیری؟ شما هم امروز کاری نداری به تلفن کردن من پیله میکنی؟ اسد جان ای وای مادر باز شروع کن آره گوش کن ببین چی دارم میگم خانم جان صحبت از عقد عروسی نکنی یا اعصاب این بچه رو انقدر خراش نده خواهش نزنین آقا بخوام قرار مادر غروب رو باش بذارم اسد جان گوش کن مادر امروز عصری ساعت 6:30 ما و بلوک باشیم یعنی در مغازه شما دیگه مشتری قبول نکنی یا کارات هم سر فرصت انجام بده ببین او گیلی گیلی یارم که همطور جور ردیف میشینن رد کن زودتر برن آره مادر دلم میخواد وقتی که میام حاضر و آماده دم در منتظر باشی گوش کن مادر وقتی رفتیم خواستگاری نکنی یه وقت بیا اینجا اینجا رو نگاه کن آخ 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 بابا چی میگه بیا 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 بله چیه بیا کن بیا اینجا رو نگاه کن یه گربه اومده تو عیام همچین میگه گربه اومده تو عیام انگار یه شقه گوسفند اونجا آویزون کرده چی میگفتم مادر؟ آره دلم میخواد وقتی که بلوک باشی میاد اونجا معطل نشه مادر بده ها قول دادی سر ساعت 7 خونه عروس باشی آخ 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 یه وقت وای 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 بیا 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 اینجا رو ببین مادر سفارش نمیده قربونه برو خراتو بکن مادر جون پاسو بکن اونو قد کن اینجا رو تماشا کن اینجا رو نگاه کن اونجا رو نگاه کن این تیک عبره رو تو آسمون ببین کجا رو؟ اینها اینها تو آسمون خب اگه گفتی شکل چیه؟ وای
شکل یه عروسه که لباس سفید عروسی تنش کرده. باری جلال عروس اومده تو آسمون خونمون. آره خمارلو جان خمارلو نگاه کن، من اینو به فال نیک میگیرم. امروز دیگه همین سرنوشت اسد من روشن میشه. درست، منم همینجور فکر میکنم. خمارلو ها؟ بسی که شکلش عوض شد. آره شکل یه گربه شد. خب تو هم امروز رو زمین آسمون گربه میبینی؟ نه خیر، یه شکل دیگه است. ها؟ اونها ببین. ای اصلا شکلش معلوم شد. خمارلو ها شکل یه گرگ شد. ها نیست. واکسیه واکسیه رو بگم دیگه نیست. این دوره برام میدونم نیست، برای اینکه کفش آفتاب نخوره رفته زیر اون درخت بزرگ نشسته. انسان باید منطق داشته باشد آی ستون. آفتاب جدام است، بیرون هوا تاریک ظلمات است. دومن درخت همگی هم بالا شدیدیم هم پایین شدیدیم، با ما دنبال کینجون که نمیگردیم که. ولی نباید باشه، یعنی نباید نباشه، یعنی باید باشه. حرف منو قبول نمی‌کنی؟ خودت برو دنبالش بگرد. بفرما بفرما دیگه، حالا برو پیداش کن. من چه که برم پیداش کنم؟ ده چی کفش منو به زور اپام در آورد داد به یارو ببره نل بزنه. میخواستی ندی؟ ای بابا یه چیزی هم بدهکار شدی. پاک ما رو از کار کاسبی انداخت. نوی نو بود. چی؟ کفش بنده، همون که جنابالی با دست مبارک بنده شو باز کردی. دیدی که نوی نو بود؟ نوی نو که نبود. بله؟ نو بود. حالا شما یه جفت کفش نو به ما بدین قبوله. نوی نو نخواستیم. تقدیم کنم. بله؟ دیر شد. چطور مگه؟ من قرار دارم ساعت 6 و نیم میان عقبم، باید بریم یه جایی. کجا؟ هیچ جا. دست جمعی میخوام بریم هیچ جا؟ تازه اگه هیچ جا نمیری کبشه میخوای چه کنی؟ مادر محسن گفت برو دو تا نون و یه خورده میوه بخر، زودتر برگرد خونه، قرار مهمون بیاد. من گردن شکسته بی خود بی جهت رامو کش کردم بیام به شما سری بزنم. حالا با پای برهنه برم خونه بگم چیه آقای ستون زاده. حالا واسه چی داد میزنی؟ بایدم داد بزنم. آخه برادر من از راه رسیدی نرسیدی کفشای من از پام دروردی که چی بشه؟ درست میگه دیگه. من کارم تموم شده بود داشتم میرفتم خونه، به زور کفشم از پام دروردیم. الان تو خونه جلو تلویزیون نشسته بودم. همش تقصیر ناصرخانه. تقصیر من بود؟ آره. دکی آقا رو کی بود که تا چند دقیقه پیش شعار نیکوکاری میداد؟ مرد حسابی، اول خودت دزدش کردی، بعد که دیدی یارو اومد وجدانت دق صدا کرد، بعدم کفشای هممونو به زور با اون در آوردی و دادی یارو برد. حالا میگی تقصیر منه؟ اون زنبیل کارو خراب کرد. ای بابا، شاید تا اون موقع به فکرش نرسیده بود همه رو یه جا ببره. آخه چهار جفت کفشو که نمیشه دست گرفته با کفش توی کفش نبود. اما اون زنبیل کارش راحت کرد. راست میگه. بله راست میگه. بله یادته وقتی زنبیلو دادی دست شمی کفشاری که گذاشتوش گفت خدا عمرتون بده؟ خدا عمرت بده. نکنه اصلا خیال کرده بخشیدیم بهش؟ نه آقا، مگه ندیده چقدر سفارش کردم زود برگرده؟ چقدر به سفارش شما عمل کرد؟ به من چه آقایون؟ یه جوری من نگاه میکنه انگار باش همدست بودم. اصلا من پا بره نمیرم خونه، نخواستم. بابا شوخی میکنم. زود باش از حتی که دیر. سلام عرض. سلام.
دامادمون آقای بلوک باشی. ستون زاده خوشبخت. ناصر خان خوشبخت. خوشبخت. مشتری خوشبخت. جعفری خوشبخت. گمخواه خوشبخت. گلوان جوا آماده هستن جان؟ من فقط کفشام بپوشم، کار دیگه ای ندارم. بس بپوش برین که سلامتی عازمه کجایی؟ با اجازتون بخواهیم برین هیچ جا. خواستگاری تشریف میبرین؟ بله بله. ببخشنا وقتتون رو تلف میکنین. چطور؟ چون من یه بار خودم چوبشو خوردم عرض میکنم. تا اون مادر هست این پسر داماد بشو نیست، باید بترشه. والا چه عرض کنم چیزه به حرف آواستون گوش نکنی، شوخی میکنه. ایشالله آقا اسد ما این دفعه حتما داماد میشه. ایشالله میشه دمیشه میشه حتما میشه. کی گفتت که نمیشه؟ آقایون به هر حال ما قول دادیم باید بریم. بفرمایید بفرمایید. مثل اینکه وجود ما اینجا زیادیه. من آقا با کفش اومدم اصلاح، با کفشم باید از اینجا برم. ببخشید موضوع کفش چیه؟ والا ما همگی اینجا نشسته بودیم مثل همین الان، در واز شد و یه واکسی اومد رو. ببخشید معطل شدیم، کفی نداشتم رفتم کفی بگیرم دیر شد. یه بلوک باشی هم که رفت موند. مگه این گیلی گیلی یاد دست از سر این بچه ور میدارن؟ مرد بلند شو برو ببین چرا نمیان. منم میرم پلو اونا میمونم ها، و باید یک کم به دنبال من. دیر نشده که میان الان. دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه. اومدم. سلام آقای خوبارو، خیلی ممنون. خودم میرم منزل، احتیاجی نیست.